سلام دوستان گرامی، زبان آموزان ارجمند، همه شما را خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. امیدوارم که تن صحت و خانه آباد هستین. معذرت زیاد، بعضی وقت آواز فراموش میکنیم، خاموش کنیم. درس 12 است از سلسله درس های زبان انگلیسی در 99 روز. خب، در این درس تصمیم گرفتیم درباره روزهای هفته صحبت کرده باشیم و اینچنین درباره ماه‌های سال، یعنی ماه‌ها و هفته و روزها. خب، روزهای هفته در زبان انگلیسی the days of the week می شود. The days of the week، روزهای هفته. خب، در اینجا باشد week یعنی هفته. خب، بخشش کمتر خطا شده است. week هفته، و میگذاریم در خواندن این روزهای هفته. Monday، Monday، Monday یعنی دوشنبه. Monday، Monday، Monday دوشنبه. Tuesday، 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 Tuesday یعنی سه شنبه. Wednesday، Wednesday، Wednesday چهارشنبه. Thursday، 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 Thursday پنجشنبه. Friday، Friday، Friday جمعه. Saturday، 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 Saturday یعنی شنبه. Sunday، Sunday، Sunday یعنی یکشنبه. خب، اینجا بعضی کلمه ها را پاک میکنیم. خب، شما در ذهن داشته باشین اینها را، یا که نوشته بگیرین تا که تمرین کنیم، سوال جواب کنیم. فکر میکنم که سوال جواب کنیم خوب میشود. این را شما نوشته بگیرین. خود در پریمیر باشین، خب ویدیو را بعدا تماشا میکنین، نوشته بگیرین. بعضی از کلمه ها را پاک میکنیم و سوال جواب میکنیم. خب، فکر میکنم که نوشتن گرفتن، نوشتن گرفتن، یا که بگم سکرین شوت کردن بعضی از کلمه ها رو پاک میکنیم. خب، خب، همون از زبان انگلیسی همون کلمه های را پاک کردیم که نوشتنشون آسانه، چون که در شما در بگم که در نوشتن آسان شود. خب، خب رفتیم. روز دوشنبه، دوشنبه به زبان انگلیسی چی می شود؟ دوشنبه به زبان انگلیسی، مرحمت ننویسید.
Manzara hakikati hele muhim bak. Ho, Duşanbe ra fikrim ekim naymıştın. Duşanbe meşhur Monday ha. Monday. Ho, ol İngilizce şab girem. Cuma. Cuma. Bazı bunu İngilizce çi meşhur? Cuma. Cuma bazabuni Anglisi. Merhamet. Hop kasonu ki videoya bağlan tam hoşuma meknen. Videoyu boz doren, stop knen ve çuknen Cuma ro tercümaşa navisen da daftar ton. Hatman nagen ki medonem yani kuşuknen yo navisen yo tarafı yak oyna tarafı yak nafar yapın ki Cuma Friday mi şey var ha? Friday. Okay. Friday. Friday. Hop, yakşambe. Yakşambe çime şey var? Yakşambe. Yakşambe. Hop, Ahmet. Yakşambe mi şey var? Sunday. Okay. Sunday. Hop, Tuesday çime şey var? Tuesday. 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 Baza bunu tönçü kiçi meşabat? Tuesday. Hop meşabat. Seşanbe. Hemekene Seşanbe. Wednesday. Wednesday. Danıca wed. Wednesday. Nam işte meşabat ama de khondana meşabat. Wednesday. Wednesday. Wednesday, Çorşan B. Çorşan B. Thursday, 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 Panj, Şan B. Ve Saturday, 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 kime şu? Saturday, bale Şan B. Şan B. Ho, bu hemen ruzhoy hafta ro. Tamam kardeyim. Yani çünkü der bazı dersi tekrar bekliyorum ki yani on kelime hoy ki der burayı vakt bud yani hem aşırı overdeyim ve ince boşad on kelime hoy ki der burayı hafta hast yani hem aşırı overdeyim hiç muhal da yak hafta haş roz nest haft roz ast yani şu muin haft kelime la vakti az yod kardeyim diğer der zabun İngilizce der burayı guftani roz hoy hafta yagon muşkiliye nemekşe. Xo. Ve megzerim der moho. Moho در زبان انگلیسی months 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 خب ماهو تقریبا در گفتار یکان فرقیت ندارد کلمه تنها از شکل جمعش شکل جمع months شکل تنها months months خب months یعنی ماه خب January 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 یانوار February, February, February. Yani اینجا ر تقریبا خونده نمی شود. February نمیگیم. February, February, February. یعنی فورال. March, March, مارت. April, April, April. یعنی اپریل. May, May, May. May یعنی ماهی مای. خب جون 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 ایون ماه ایون جولای 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 ایول آگوست 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 سپتامبر 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 اکتبر 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 نوامبر November, 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 December, 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 December. خب اکنون در اینجا این رو یک بار در ذهنتون بگیرین خب کم ترمایدش کنیم در ذهنتون بگیرین این هم سوال جواب میکنیم خب بعضی از مهارا
حذف میکنیم. خب خب کی باشد اکنون بگویید که جنیوری چی می شود؟ جنیوری به زبان تاجیکی جنیوری، اول تاجیکی رو شپر میکنیم یکی اول انگلیسی رو شپر میکنیم. خب از یک لاو می رویم. جنیوری به زبان تاجیکی چی می شود؟ یانوار، یانوار. خب فبروری چی می شود؟ محمد فورال، ها فورال مهم فورال. مارت در زبان انگلیسی چی نوشته می شود؟ محمد نویسین روی کنین. مارت خب مارت نوشتن به زبان انگلیسی چی میشد؟ مارت میشد مارچ. خب اپریل خب که مونده است در زبان تاجیکی میشود اپریل. خب مای در زبان انگلیسی چی نوشته میشید؟ مای. مرحمت خب مای در زبان انگلیسی خب اگر نوشته باشین بهترین می میشده می. خب ایون چی؟ ایون مرحمت ایون میشد جون. همخلی جون و ایول یول میشد جولای، جون جولای آگوست. خب در زمان تاجیکی هم مانندی دارد، می نویسیمش آگوست. سپتامبر نیز همچنین سنتیابر و اکتیابر در زبان انگلیسی چی نوشته میشد؟ اکتیابر. اکتیابر چی نوشته میشید؟
Oktyabr bari October. چرا من فکر میکنم بعضی وقت زیادتر میستم به خاطر که در بعضی از نوارها بعضی از دوستان گفتن که آهسته آهسته بگین تا که ما دریافت کنیم برای نوشتن، یعنی به زبان روسی یعنی اسپید کردن اسپید. خب نوامبر چی؟ نوامبر نوامبر در تونجا که چی نوشته می شود؟ چی می شود معنیش نوامبر؟ نوامبر یعنی میشد نویابر. نویابر نویابر. و دکابر چی؟ دکابر دکابر به زبانی انگلیسی چی نوشته میشه؟ دکابر به زبانی انگلیسی دکابر میشد دسامبر. دسامبر دسامبر یعنی دکابر. خب دوستان گرامی، در همین جا درس امروز را به پایان میرسونیم چون که تقریبا یک 17-18 دقیقه شد. ویدیومون دراز نشوند بهتر میشود، یعنی خسته کننده نشوند. درس امروز در باره ماه ها و هفته بود، روزهای هفته. کوشش کنین اینها رو نویسین در دفترهاتون و از یاد کنین. 12 درس است، یعنی از 99 درس 12 درس است. تصور کنین که 87 درس دیگه مونده است. 87 درس دیگه ما و شما باید کوشش کنین در 87 درس دیگه زبون انگلیسی را گبزنیش را یاد گیریم. چی گفتین؟ اگر در همین مصلحت باشین پس باید که شما نیز کوشش کنین نویسین اینها را و از یاد کنین. انشالله که ماها اونقدر دشوار نیستند، بسیارش به تاجیکی مانندی دارن، مثل مثلا فوریه فوریه، مارت مارچ، اپریل اپریل، مای مای، خب آگوست آگوست، سپتامبر سپتامبر، اکتبر اکتبر، نویامبر نوامبر، دکمبر دسامبر، یعنی خیلیش مانندی دارد. و روزهای هفته را فکر میکنم بسیاری وقت شنیدگی است، این ماندی، تیوزدی، وینزدی، ترزدی، فرایدی، ساتردی، ساندی. اینها را شاید در دوره های مکتبی و در دوره طلبگی از یاد کرده باشین. خب در همین جا درس امروز به پایان رسید. تا درس های نوبتی خداحافظی میکنیم. این درس ساعت 7 بیگه در کانال گذاشته می شود، با 7 بیگه با وقت مسکو. و ساعت 8 نیز باز یک درس دیگه است از کتاب نیو گرامر تایم 1. کسانی که زبان انگلیسی را کم بیش میدونن، یک سطح بالایی هستن، سطح میانه هستن، میتونن در اون درس نیز اشتراک کنن. کامیاب و سربلند باشین ای مردم بیدار، پناهتان به خدا. تا دیدن دیدار، پناهتان به خدا.